فردوسی رو اینجوری میزنه، تاریخ ما رو اینجوری میزنه، میهندوستی ما رو اینجوری میزنه. ما علی شریعتی میشه معلم انقلاب رو افتاده مرده، همین پریروز براش جاش شهادتش فراموش، مردی که خودش هر چی نوشته در رابطه خودش دروغ. من نوشتم اینا رو تو کتاب فریب بزرگ بخونید. بعد خیلی جالبه، روز به روز که میگذره یاران نزدیک اینها میان و افشا میکنن اینها رو. این حسن رحیم پور از قندی، من بهش میگم از قندی برای بلبل قندی و پوز قندی و اینا، ولی اسمش از حسن رحیم پور از قدی، نونشو ازش انداختن از قده. این گفتم که بیرونش کردن از چیز فرهنگی، شورای فرهنگی انقلاب فرهنگیشون اینا. پریروز آبدازی که حرف تازه تری زده و قشنگتر، اینو باباش کسی بودن که برای شریعتی میمردن، باباش همون چیزی که خودش گفته درست هم میگه، تو خونه شون جلسات میذاشت برای علی شریعتی فلان اینا. حالا ببینی خودش چجور لو میده، آقا یک آدمی که مثل علی شریعتی میاد توی خونه واسه 15 نفر آدم، منم شاهد بودم، این درست میگه، تو خونش منم رفتم، بابا هیدر، باباش هیدر بود اسمش، مادرش هم گفته اینم چای میورد، بچه بود از من 5-6 سال کوچکتر. یه آدمی که مینشست تو شهر صحبت میکرد 10-15 نفر و بعد نوبتی خودی میگه میرن میخوابیدن، این یه روش معلم انقلاب. ببینید چی میگه از قدیم میگه. جلسه بود از زمان شاید تو خونه پدر ما، اینا همه رو من میدیدم. بعضی جلسات دکتر شریعتی اصلا تو خونه ما برگزار میشد، همینا که بعد ضبط شد و کتاب شد تو منزل ما بود. من یادمه مثلا سن 10 ساله اینا بچه بودیم، چای می‌خوردیم، اینا می‌دیدم مثلا این علی شریعتی دو شریعتی میامد از 5 بعد از ظهر شروع میشد جلسهش تا از اون صبح حرف میزد، 3 پاکت سیگار هم تموم میکرد، 10-15 تا شنونده داشت، اینا هم به نوبت میخوابیدن، کشیش میدادن 2-3 نفر گوش به بقیه خواب. میام همونطور این ما نیستیم دیگه، این شاگردشه که چای میورده خودش میگه تو خونه اینا. راست هم میگه، همینجور بود، 10-15 نفر پای منبرش میشستن، بعد یهو ایرا بودن بردن تهرون و حسینی ارشاد و روش سرمگذاری کردن. میتونید که استعمار وقتی میخواد این کار بکنه یارو خودش هم گنده نفهمه، ولی روانشناسی ایرانی رو میدونه، میتونه ایرانی همه قدرت طلب، فرصت طلب، شهرت طلب، ولی شریعتی ره میرن تو حسینی ارشاد میذارنش. همین سخنرانی که راست میتونه خونه بابایی میکرد سخنرانیش یو شد کتاب، علی شریعتی 2-3-4 کتاب بیشتر خودش ننوشته، همه سخنرانیاش سخنش پیدا کرده بعد انقلاب و قبل انقلاب، قبل انقلاب هم میکردن آقا شورش بیافرین، نه نه شهر دادن برید بخونید.